سلام، وقت بخیر. به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 جوزای سال 1400 هجری خورشیدی است. نخواستم سرخط چند خبر بدهم. راه اندازی یک برنامه در ولایت جوزجان درباره صلح. کشته و زخمی شدن 19 تن از افراد طالبان در سه ولایت کشور. و افزایش مرگ و میر ویروس کرونا در پرو. مشهوی خبرها. شماری از شاعران و جوانان برنامه مشاعره را تحت نام یک صدا برای صلح در ولایت جوزجان راه اندازی کردند. مسئولان راه اندازی این برنامه میگویند که این برنامه مشاعره را برای برقراری صلح در کشور راه اندازی کردند. در این برنامه شماری از شاعران شعرهایی را درباره صلح نیز به خوانش گرفتند. یک صدا برای صلح. شماری از شاعران و جوانان برنامه مشاعره را تحت عنوان یک صدا برای صلح در ولایت جوزجان را اندازی کردند. تخم صلح را به جایی هزره کاشته دست دست در اول اقوام صلح آورده. در این برنامه که ده ها تن از جوانان هم از دختر و پسر اشتراک کرده در مورد صلح اشعارشان را که سروده بودند به خوانش گرفتند که همه آنها در اشعارشان پیام‌های صلح‌خواهی را گنجانیده بودند. مجموع دیده شد که دوستایی که اینجا شعر دکلمه کردند محتوای اکثر شعرها صلح بود. امان صلحی که اما خواهانش است، صلحی که همزیستی را در فراخوانش همزیستی است، برادری است، وحدت است، رفاه و رستگاری ملت است. این برنامه از سوی نهاد اجتماعی امید دوباره راه اندازی شده بود. از بین این جوانان 5 تنشان به عنوان 5 بهترین انتخاب شدند. از خدا خواستم نه برای خود، برای دیگران به کیفر رساندم دشمن را. باری پرزد و رفت، فردا سحرگه برگشت. گفتم ای خوش صدا کجا پریدی؟ گفت رفتم عملی که تو در شعار داده ای بر آورده سازم. سال شعار نیست، بل صلح به پار است. مسئولین راه اندازی این برنامه نیز رساندن پیام صلح‌خواهی را از طریق اشعار مؤثر می دانند. شاعرها، علاقمندان شعر امروز در این برنامه شرکت کردند که برنامه ما قسمی که می‌بینید یک صدا برای صلح و یک حرکت به خاطر صلح و رساندن پیام صلح به مردم کشور است. از اینکه یک پیام صلح از مردم جوزجان، از جوانان جوزجان به مردم دنیا رسانده باشیم، این برنامه را برگزار کردیم. این برنامه در حالی در ولایت جوزجان را اندازی می شود که جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان همه روزه از باشنده های این ولایت قربانی می گیرد. در نتیجه ضربات هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در سه ولایت کشور 19 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است نیروهای هوایی کشور در ولایات فاریاب، جوزجان و بلخ بالای گروه طالبان ضربات هوایی را انجام دادند که در نتیجه 11 تن از افراد طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان جراحت برداشتند. 11 تن از جنگجویان گروه طالبان در حملات هوایی نیروهای هوایی کشور در ولایت جوزجان، بلخ و فاریاب کشته شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید قوای هوایی کشور روز گذشته مخفیگاه های جنگجویان گروه طالبان را مورد هدف قرار دادند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این رویدادها 11 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشته است. به گفته منبع این رویدادها در مرکز ولسوالی قیصار فاریاب، روستای سه درخت ولسوالی فیض‌آباد جوزجان و منطقه باغ پهلوان ولسوالی شلگره بلخ رخ داده است. اما در این رویداد به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در نتیجه ضربه هوایی نیروهای هوایی کشور بالای گروه طالبان در ولایت بغلان نزدیک به ده تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند.
قلردوی 200 عبده پامیر با پخش خبرنامه گفته است نیروهای هوایی کشور در ولسوالی بغلان مرکزی بالای گروه طالبان ضربه هوایی را انجام دادند که در نتیجه 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اثر ضربات هوایی از سوی قوای هوایی کشور در ولایت بغلان بالای گروه طالبان مسلح 9 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده است. قلاردوی 200 عبده پامیر با پخش خبرنامه میگوید روز گذشته نیروهای هوایی افغان بالای تجمعات گروه طالبان ضربات هوایی را در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان انجام دادند که در نتیجه این ضربات هوایی 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. این خبرنامه می‌افزاید در این رویداد 6 میل سلاح مختلف نو، 1 باب قرارگاه و مقدار زیادی از سلاح و مهمات این گروه نیز تخریب شده است. در این خبرنامه آمده است در این حملات به مردم ملکی این ولایت 89 آسیب نرسیده است. گروه طالبان مسلح تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. از چندین روز بدین سو ولسوالی بغلان مرکزی شاهد نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان مسلح است و این درگیری ها سبب افزایش نگرانی باشندگان این ولسوالی شده است. در پی عملات گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان 4 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. یک منبع امنیتی که نخواست از فین نام برده شود به تلویزیون بیک میگوید گروه طالبان شب گذشته در شهر شبرغان و ولسوالی مردیان بالای پوسته های نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 4 تن از نیروهای امنیتی جان باختند. خبرهای ورزشی را با همکارم دنبال کنید. به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت از تلویزیون بیک با من حسام الدین حیدری خوش آمدید. سایت رسمی مسابقات سری ای ایتالیا کریستیانو رونالدو را به حیث بهترین بازیکن در فصل 2020-2021 در سری ای معرفی کرد. کریستیانو رونالدو با 29 گل زده در سری ای به عنوان بهترین مهاجم فصل معرفی شد و همچنان نیکولا بارلا بازیکن انتر که نقش زیادی در قهرمانی این تیم در این رقابت ها داشته به حیث بهترین هافبک فصل سری ای معرفی شد. سرخیو آگائیرو با بارسلونا پیوست. سرخیو آگائیرو که از 10 سال به این سو با تیم فوتبال منچستر سیتی بازی می کرد با امضای قرارداد 2 ساله به بارسلونا رفت و قرار است که این بازیکن تا سال 2023 برای تیم فوتبال بارسلونا بازی کند. وی که 32 سال سن دارد از سال 2011 در باشگاه منچستر سیتی کار خود را آغاز نموده است و در 390 بازی توانسته 260 گل زده را از خود با پیراهن این تیم انگلیسی به ثبت برساند. و همچنان تیم ملی بسکتبال 3 نفره آمریکا از راهیابی به المپیک باز ماند. تیم ملی بسکتبال 3 نفره آمریکا که عنوان قهرمانی جهان سال 2019 را در کارنامه خود دارد در مقابل هالند 16-21 شکست خورده و از راهیابی در المپیک باز ماند. این در حالی است که تیم بسکتبال 3 نفره زنان آمریکا با شکست دادن تیم بسکتبال 3 نفره اسپانیا جواز حضور در المپیک را کسب کردند. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید از این که با ما بودین شما نسته است.